تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. ترجمه آیات مبارکه. چقدر برکت دهنده خیر دائمی به خلق است آن خدایی که فرمان روایی آسمان ها و زمین و دست قدرت اوست و همون نظام بخش و اندازه گذار بر همه چیز است. همان که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را به چالش در سختی ها برای رشد و کمال بیندازد تا معلوم شود کدام یک از شما نیکوکارتر است و او فراده است در عقوبت ستمگران و آمرزگار گناه مؤمنان است. با سلام و درود مجدد، کانون فرهنگی جامی تشریف آوری شما مهمانان عالی قدر، ادبای بزرگ، دانشمندان، شعرای گرامی و فرهنگیان گرانمایه را در این محفل با شکوه فرهنگی، ادبی و هنری خیر مقدم و خوش آمدید میگوید. نهایت خرسندیم که باز هم سعادت و افتخار میزبانی شما دوستان دانشمند و فرهنگیان فرهیخته را داریم. همچنان افتخار داریم که برنامه امروزی ما و استقبال و بزرگداشت از شخصیت والا مقام هنری، سرمایه ملی کشور ما افغانستان، جناب استاد پروفسور امان الله حیدرزاد است که از تشریف آوری اونا در این محفل سپاس جهان می کنیم و اونا را از ته قلب خوش آمدید می کنیم. محفل امروزی ما دوستان و فرهیختگان ادبای زیاد تشریف آوردن از راه های دور که البته جناب استاد اقبال رهبر توخی تشریف دارن، جناب آقای دلاوری، جنرال کنسول جمهوری اسلامی افغانستان، جناب آقای دانشیار و همه دوستان و بزرگان دیگر، دکتر سبستان زی تشریف آوردن که به همه شما خیر مقدم و خوش آمدید میگوییم. از همکار گرامی محبوبه جان تیموری خواهش میکنم تا برنامه امروزی را به شما و معرفی بگیرم. گر در سرت هوای وصال است حافظا، گر در سرت هوای وصال است حافظا، باید که خاکی درگه اهل هنر شد. سلام به مهمانان گرانقدر کانون فرهنگی جامی و محفل بزرگداشت از استاد هنرهای زیبا خوش آمدید. کانون فرهنگی جامی که همواره در خدمت فرهنگ کشور قرار دارد، امروز افتخار میزبانی از هنرمند بزرگ کشور محترم پروفسور استاد امان الله حیدرزاد را دارد. بهترین دست آورد هستی هنر است. جادوی هنر است که جبران کمبودهای زندگی ما را می کند. پس نمی توان فرمول و یا ضابطه خاصی را و کاربردها از نظر منطقی حدی برای آن ترسیم نمود و تعریفی از هنر ارائه داد.
چرا که هنر امر معنوی است و در دل آن نوع اشراق و شهود نهفته است. آندری برتون، شاعر فرانسوی، از دیدگاه سوریالیستی خود هنر را به بود ناخود آگاه که بود حقیقی وجود انسان است مسعود میشه متعلق میدانه. او میگوید هدف هنرمندان سوریالیست از بکار بردن تصاویر رویاگونه عینی ساختن رویاست در همان لحظه که به وقوع می پیوندد. اسکار وایلد، شاعر و نویسنده معروف ایرلندی می گوید هنر کلید فهم زندگی است. هنر که حائز معنویت، فهم، تراوت و گره گشایی است. هنر متعهد زندگی فردی، هنر متعهد زندگی فردی و اجتماعی را معنا می بخشد و رخوت، سستی و پوچی را از بین می برد. به جامعه تعهد و مسئولیت می دهد و اعتدال آموزش و انتقال مفاهیم مورد نیاز جامعه می شود. یکی از اهل تحقیق در هنر می گوید هنرهای زیبا به شکل سنتی به آن دسته از هنرهای گفته می شود که جنبه های زیبایی شناسانه آن بر جنبه های کاربردی آنها غلبه کرده و آنها را از هنرهای کاربردی متمایز می گرداند. هنرهای زیبا به لحاظ تاریخی شامل نقاشی، مجسمه سازی، معماری، موسیقی، شعر، نمایش و رقص است که امروز شاخه های دیگر نیز مثل سینما، عکاسی، هنر مفهومی و چاپ هم به آن افزوده شده. نقاشی از نظر اهل تحقیق در زمره مهمترین شکل های هنر قرار دارد. تاریخ قدیمی ترین نقاشی ها در دنیا متعلق به حدود 32,000 سال قبل می باشد. در گروت شابه فرانسه قرار دارد. این نقاشی ها که با استفاده از افرای سرخ رنگ دانسیا حکاکی و رنگ شدند، تصاویری از اسب ها، کرگدن ها، شیر ها، بوفالو ها و ماموت ها را نشان می دهند. اینها نشانه های از نقاشی در غار هستند که در تمام دنیا وجود دارد. تاریخچه نقاشی و ابزارهای آن به دوره انسانهای ما قبل تاریخ و گستردگی فرهنگها باز می گردد که نشاندهنده یک پیوستگی اگرچه شکست شده در عهد عتیق است در میان فرهنگها و پراکندگی قاره ها چون رودخانه با قدرت در حال پیشرفت است و تا قرن 21 ادامه دارد. پژوهش‌های باستانشناسی در کشف آثار نگارگری حوزه تمدنی کشور ما افغانستان پیش از اسلام در آسیای میانه نقش اساسی داشته. در نتیجه حفاری‌هایی که هیئت باستانشناسی فرانسه در گذشته در محل‌های مربوط به نقاط اصلی در لشکری بازار واقع در جنوب کابل و در نزدیکی گازرگاه هرات انجام داده بودند، نقاشی‌های تزیینی فراوان کشف شده است که فعلاً پژوهش‌های چندانی روی آن صورت نمی‌گیرد. مجسمه‌سازی، هنر شکل دادن به اشیا، یکی از قدیمی‌ترین و پویاترین هنرهاست که پیکرتراش در طول تاریخ از اعتبار زیاد برخوردار بوده است. گوته، شاعر معروف آلمانی، در سال 1817 گفته بود هدف اصلی همه هنرمندان مجسمه ساز نشان دادن وقار و منزلت انسان از طریق ساخت
پیکر انسانی است. در عرصه مجسمه سازی نیز افغانستان مجسمه های بزرگ بودا در بامیان سلسال و شمامه را در تاریخ هنر خود دارد که در سال 2001 کافران هنر طالبان به دستور باداران پاکستانی خود آنها را انفجار دادند. نقاشی های بهزاد هنرمند قرن هشتم هجری نشان دهنده آثار باستانی، آریایی ها، خراسانی ها و افغانستان امروز ماست. آنچه گفتم نیم نگاه گذرا بود بر آنچه بزرگوار استاد حیدرزاد قله شامخ هنر کشور با ما و سرزمین ما ارمغان آوردند. سخن زندرازی چه باید کشید؟ سخن زندرازی چه باید کشید؟ هنر برتر از گوهر آمد پدید. تشکر میکنم از توجه شما. در این قسمت برنامه ویدیویی داریم از زندگی نامه و آثار جناب استاد که توجه شما را به او جلب می‌کند. با چشم حقیقت بین، سروده از صادق سرمد. گردر قلم نقاش با چشم نظر بینی، در هر قلم از کلکش صد گونه هنر بینی. آنجا که کشد نقاش از صورت ما شکل، من سیرت صاحب نقش تو نقش صور بینی. آنجا که کشد نقاش ابروی سیاه چشم، من حظ نظر یابم تو خط بصر بینی. آنجا که کشد نقاش گیسوی دلاویزه، من زیور جان و دل تو زینت سر بینی. خواهش میکنیم روی سیج تشریف بیارم. به نام خداوند یکتا. ذهن انسان زادگاه عمیق‌ترین اندیشه هاست و کارگاه خلاقیت است که در آن هر چیز می سازد، به شمول خدا. منظور از خداوند ذهنی است که به کفر نگیریم. به او خاطر است که فکر می کنم که هنر نوع تقدس داره و تقدس به این سبب که دو صفت از حضرت خداوند که در یک هنرمند بیشتر منعکس میشه، هنر بخش صفت خلاقیت و صفت زیبایی یا زیبابینی هست که از زیبانگری فرق داره کمی. در توصیف خداوند گفته شده که الله جمیل و یحب جمال، خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد. پس وقتی که به مسئله زیبایی و خلاقت در وجود یک هنرمند میبینیم، اینجا این دو صفت از هم جدا نیستند. هنرمند در زیبایی خلاقت را می‌یابد یا می‌جوید و در خلاقت زیبایی را، و
به اون سبب ما به این اصطلاح هنر زیبا عقیده ندارم، به خاطر ازی که تکراری است. هنر که زیبا نباشد هنر نیست. پس زیبایی در خود کلمه هنر نهفته است. زمان از مایکل انجلو پرسیدم که چی وقت و چی طور تو تانستی این مجسمه و پیکر حضرت داود را به این زیبایی خلق کنی؟ گفت روز اول که کلیسا از من خواست که بیا و ببین، من دیدم که تمام پیکر تراشان مصروف دیدن سنگ بودن، سنگ مرمر. گفت ولی من سنگ را نمی دیدم، در درون سنگ زیبایی را می دیدم. در درون سنگ من در همان لحظه اول حضرت داوود را دیدم. به اصطلاح خودش او ویستو ایل داوید نیل مرما. بنان داوود در بین سنگ وجود داشت. تنها دیده هنرمند به کار بود تا آن را اونجا ببینه. وقتی که ما صحبت از تقدیس هنر می کنیم به این معناست، به این معنا که در واقعیت هیچ چیز به شکل ظاهری و جسمانی و فیزیکی عرض وجود کردن نمی تواند تا مگر اول در مخیله یک هنرمند ایجاد نشود. اینجاست که ما به اثبات رسانده میتانیم که در برتری و اصلیت بین اندیشه و ماده و ماده پرستی اندیشه مقدم است. اندیشه اول می آید تا اندیشه در ذهن انسان در این کارگاه خلاقیت ایجاد نشود. وجود ظاهری پیدا کردن نمی تواند. ما در شرایط زندگی می کنیم که فرهنگ افغانستان، فرهنگ به اصطلاح زده و زخمی افغانستان تحت تهدیدهای مکرر قرار دارد. به خاطر مرامهای شوم سیاسی بعضی ها، مرامهای غرزالود ممکن کشورهای همسایه و غیره و غیره، در چنین شرایط می‌بینیم که یک آفتاب که از سابق درخشان بود ولی در عقب ابرها بود یک بار دیگر تجلی می‌کند. من استاد حیدرزاد را در زمان تحصیلم در پوهنتون کابل می‌دیدم، ولی شهرت حیدرزاد چند قدم پیشتر از او راه می پیمود. یعنی چون با اونها آشنایی شخصی نداشتم، آشنایی شخصی مطرح نبود چون شخص شناخته بود و این راهپیمایی هایی که اونها داشتن من داشتم و همه ما داشتیم ما را به این دیار کشانید. مسافر شدیم، بی وطن شدیم، غریب شدیم، غریب در غربت شدیم. این غربت و غربیت با هم همیشه هستند. ولی در این غربت یک تعداد ما نخواستیم که غریب بمانیم. نمونه خوبی آن آقای حیدرزاد است که در غربت غنای را به وجود آورد که باعث افتخار همه ماست. استاد حیدرزاد بصیرتی دارند، هنرمندانه. آنها دیده دارند، زیبابین. نورانیت دارند، تسخیر کننده و اسیر کننده و همزمان سرایت کننده، که در واقع بیانگر حکایت استفای قلبشان است که به بیرون می اندازند و دوستارا جمع می کنند. تبسم دارند که همه ما را خل سلام می کنند، اونهایی که با آقای حیدرزاد آشنایی نزدیک دارند. ولی در سطح
ملی در سطح مملکتی و کشوری، آقای حیدرزاد به ما به انگیزه و اندیشه وطنداری در ما، ریشه وطنداری ما را آبیاری می کند، ما را سوق می دهد به طرف خواهری و برادری، خود را از هم بدانیم. این رسالت کار آسان نیست. این رسالت را سیاستداران، سیاستمداران به جا نکردند. اونهایی که با شمشیر بازی کردند. ولی نقاش ماهر ما، پیکر تراش ماهر ما تانسته از رای هنر همان زیبایی را در خلاقیت و خلاقیت را در زیبایی جستجو کرده و ما را در حالت حیرت نگه داشته که زیبایی اینجاست. امروز جای خوشی و مسرت است که ما از اونها قدردانی می کنیم، ولی این قدردانی شایستگی اونها را نداره، چون اونها مرد متواضع ولی مرد نهایت بلند پایه هستند. ما نوجوانی اونها را 80 سال بعد از تولدشان جشن میگیریم با امیدی که در این نوجوانیشان، در باران، این باران نوجوانیشان از برکتش کمی با ما هم ببارد. مرد افتخار آفرین کشور ماست، به تواضعش فریب نخوریم. مرد نهایت بزرگی است و ما خوشبخت هستیم که اونها را در میان خود داریم که از عشای نورانیت اونها همه باره به هموطنی و به وطنداری و به خواهری و برادری همدیگر متوجه شد. تشکر. تشکر از جناب دکتر سبستان ازی و از سخنان بسیار زیبایشان. واقعا که جناب استاد همین زیبایی ها و مقبولی هایی که دکتر سب تشریح کردن همه در ذات اینا هست و ما خرسند هستیم در مجموع کانون فرهنگی جامی که این افتخار و سعادت با فامیل جناب استاد امروز نصیب میشیم و قسمت میکنیم و از جناب استاد تقدیم میکنیم. سخنران بعدی ما جناب محترم دانشیار سید جنرال کنسول جمهوری اسلامی افغانستان در لاس آنجلس هستند که از اونا صمیمانه خواهش میکنیم روی استیج تشریف. استاد گرانقدر امرالای حیدرزاد، فرهیختگان و فرهنگیان عزیز، خانم ها و آقایان، خدمت همه شما سلام و عرض احترام دارم. ظهور همه شما بخیر و مراتب اظهار و تشکر فراوان از کانون فرهنگی جامعی که همواره در برگزاری مناسبت های با ارزش فرهنگی پیشگام بودن و اقدامات بایستر در شرایط مناسب انجام دادن. دقیقا گرامی داشت و عشق‌گذاری از استاد هنر، انسان چیر دست، کسی که قرار هم گفته شد مرد افتخار آفرین در عرصه هنر برای افغانستان، موضوعی است که یک مکلفیت همه ما شماست و دین است که باید او برداشته شود. و امروز اقدام کانون فرهنگی جامی و حضور همه شما در این تالار گویای همین مطلب و واقعیت است. از پیشینه و وضعیت فعلی یا تاریخچه نقاشی و مجسمه‌سازی در کشور که قبلا در معرفی نامه این برنامه تذکر رفت اشاره زیادی نمی کنم، اما واقعیت امری که
افغانستان در 4 دهه گذشته آغاز با تجاوز قشون شوروی سابق و تلاحم جنگ ها درس های مختلف آسیب های فراوان دید. یکی از این بخش ها بدون شک هنر و فرهنگ اصیلی سرزمین بود. هنر البته قسمی قلم تذکر رفت سقوط یا انهدام مجسمه های بودا که یکی از شهکارهای تاریخ افغانستان فرهنگ کشور بود، یک نقطه اندوهین و خطرناک در تاریخ فرهنگی افغانستان رقم زد و این داشته با ارزش فرهنگی افغانستان توسط فعالیت های مشکوک و ناپسند از افغانستان گرفته شد. اما خوشبخت هستیم، این مردم و ملت خوشبخت هست که انسان‌های توانمندی را در میان خود داشت که باری دیگر توانایی‌ها و لیاقت و هنردوستی و هنرنمایی فرزندان سرزمین برامشت داشت. از این میان فعالیت‌ها و شهکاری‌های استاد حدیرزاده بدی قدر می‌بینیم و الگو نمونه بارزی از این فعالیت‌های فرهنگی در تاریخ کشور خود به حساب می‌آوریم. امیل از اینکه کلیپ ویدئویی کوتاه یا سار همه جانبه و مشرح را در رابطه با زندگی نامه استاد تماشا کردیم، متوجه شدم که استاد از شاید از دوره اولی مسافرتشون به نیویورک صحبت می‌کردن که از روی تصادف به جای برمیخورن که اونجا مجسمه هاست و محفل پذیرایی است و بنابر ملاحظاتی نمیتونن که شراب داشته باشن و متاثر میشن و به گفته خودشان عشق به چشماشون حلقه میزنن. من میخواهم بگم که این عشق تنهایی آقای حیدرزاد نبود و نیست، او عشق یک ملت بود و عشق هنر افغانستان بود که در گذشته رو آگار بسر می بود و تقدیر و احترام و عرش به شما که با تمام همت و پشتکار و توانایی و صداقت توانستین که هنر و فرهنگ و توانایی های فرهنگی افغانستان از همچه یک مشکلات پیچیدگی بیرون بکشیم و بار دیگر به جهانیان نمایش بدیم که علا رقم همه مشکلات ما توانایی های خود را می حیث یک ملت و مردمی با تاریخ داریم. نمایشگاه بینالمللی شما که در نیویورک برگزار شده بود در اپریل 2008، خرسند هستم که افتخار حضور در این محفل را داشتم که آن وقت می حیث دیپلمات افغانستان در نمایندگی دائمی به وظیفه می کردم. اما قسمی که اشاره شد بدون شک یک فصل نوین، یک باب جدید را به سطح بین‌المللی باز نمود و به جهانیان به نمایش گذاشت که افغانستان دارای ظرفیت‌های بالقوه و توانایی عظیمی است که می‌تواند از فرهنگ خود به درستی نمایندگی بکند و از مشکلات‌ها و جنجال‌ها و آسیب‌هایی که در زمان‌های مختلف به فرهنگ ما رسیده او بازسازی خواهد شد. با ذکر این مطلب همچنان تأکید می‌کنم که شما من حیث یک فرزندی واقعی و خدمتگاری وطن دین ملی و انسانی تان در تبال فرهنگ افغانستان ادا کرده. اما قصدی گفتیم جان اف کندی اگر گفته بود که ما باید همیشه پرسان نکنیم که ملت یا کشور با ما چی کرده، باید یک قسم بررسی کنیم که ما برای کشور خود چی کردیم. شما از محدود شخصیت هایی هستیم که آنچه که بر شما بود برای مردم و وطنتان انجام دادیم و ما این خدمات شما را به نمایندگی از دولت و مردم افغانستان قدر میکنم و تشکر میکنیم که دوامدار و به شکل مداوم و خستگی ناپذیر در این مسیر حرکت کردیم و تا جایی که در امکان بود به خدمت مردمتان گذاشتیم و اطمینان ما اطمینان میتونم برای همه شما و استاد گرامی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در راستای محافظت و نگهداری آثار گرانبها که به افغانستان در گذر بسیار حساس پرده شده متعهد خواهد بود و او من حیث ارزش‌های فرهنگی افغانستان
باقی خواهد ماند و نسل‌های بعد به او خواهند بالید. زیاد نمیخوام صحبت بکنم، فقط دو موضوع دیگر را اشاره میکنم و صحبت خود خاتمه میتونم. یکی که ما انشاءالله 100 سالگی جشن استقلال افغانستان برگزار خواهد کردیم به یکی دو ماه پیش رو یا ماه سپتامبر اگر خدا بخواه. آرزو داریم که اگر استاد گرامی بتانند باز هم باری دیگر با این آثار گرامی‌هایشان در اون نشست حضور داشته باشیم که یک فرصت دیگه بیاسر شده که به جامعه دیپلماتیک فعال در لس آنجلس و کالیفرنیا یه ازش های گرانبها را به نمایش بگذاریم و نشان بدهیم که افغانستان بدون شک کشور و ملت با تاریخ کهن و دراز است و هرچند جنجال ها و مشکلات های چند دهه اخیر جوانب مختلف زندگی سیاسی اجتماعی فرهنگی افغانستان به خطر مواجه ساخته، اما این ملت میتونن از میان این مشکلات ها و جنجال ها خود بیرون بکشه و سر منزل پیروزی برسانه. جناب کنسولگری افغانستان در لس آنجلس، منیستر همکار دوست و حامی تمام فعالیت های شما باقی خواهد ماند و میمانه. بار دیگر با استفاده از فرصت این روزی که به خاطر گرامی داشت از فعالیت های چشمگیر فرهنگی شما برگزار شده به قدر میبینیم و حضور همه دوستا و هموطنان عزیز گرامی میداریم و برای استاد اعلی قدر طول عمر دوام با صحت و موفقیت های مزید آرزو داریم. تشکر از شما. پابلو پیکاسو میگوید مجسمه سازی هنر هوش است و مایکل انجلو میگه حقیقت اصلی هنر نشان دادن سایه از کمال الهی است. در این قسمت پروگرام از بانوی شاعر بهار جان سعید خواهش میکنیم که روی استیج تشریف بیاورند. درودهای بیشمار و یک یک شما و سپاسهای فراوان از دستندرکاران این برنامه که این نشست زیبا و خوش آواره برپا کرده و مرا هم مهمان نمیدن تا با سخن چند میزبان شما باشم. استاد گرامی و جوان پروفسور امان الله ایدرزاد، 80 سالگرد زندگیتان را برای شما، خانواده ارجمندتان، خودم، همه دوستان و دوستدارانتان به هنر تندیس سازی و پیکر ترکشی، به هنرمندان و هنردوستان، برای میهنم و هم میهنانم، برای همه کشورها و مردمی که چیره دستی هایتان را ارج میگذارند شاد باد گفته، سالهای بسیار دیگر و سالهای پربرگ و بار دیگر برایتان آرزومند هستم. گرچه سخن در باره استاد بسیار میتوان گفت، ولی من با این زمان کوتاهی که دارم تنها با آشنایی ما بسنده میکنم. آشنایی با استاد حیدرزاد یکی از زیبایی های ارزشمند و ماندگار زندگانی من است. در دهه 90، در سالهای پسین دهه 90، روز تلفن به زنگ آمد و گوشی را برداشتم. از آن سو آواز مهربان و گیرایی شنیدم که گفت: من استاد امان الله ایدرزاد مجسمه ساز هستم و می خواهم با بهار سعید گپ بزنم. گفتم: بفرمایید، من بهار سعید هستم. گفت: در این پسین ها کتاب شکوفه بهارت به دست من رسیده و امین که آن را خواندم به سروده چشمان مرا به برخ زیبا ببرید که رسیدم،
چنان در من کارگر افتاد که خامه به دست گرفتم تا پسخی بنویسم. خامه همین گونه در دست من این سو و آن سو می رفت و من می اندیشیدم که چی بنویسم و چی گونه بنویسم. در این میان دیدم که به کاغذ نگاه کردم، دیدم که نگاره ای را کشیدم و این نگاره انگیزه آن شد که من میخواهم تندیس تو را بسازم. خواهشمند هستم چند پارچه فرتور یا عکس تو برای من بفرست تا آغاز به کار کنم. زمانی که گوشی را گذاشتم از شادمانی فراوان ناگهان را بیدرنگ سرودم: پسند آمد تو را استاد این ره، که طبعی من سخن را می تراشد. بیا زیبایی وقتم نگه کن، که دستانی تو من را می تراشد. که دستانی تو من را می تراشد. پس از آن برای نخستین بار گذری که در نیویورک داشتم در کارگاه استاد رفتم و با استاد آشنا شدم از نزدیک و سپس دوست شدم و یکی از بالیدنی های زندگی من همین دوستی با استاد حیدر صاحب می باشد. برای انجام تندیس استاد یک بار مرا مهمان نمودن در خانه خودشان رفتیم که در آنجا ادبمندان و هنرمندان هم بودن. استاد مرا در پهلوی یک پارچه خمیر سفید یا گل سفید استاد کردند و من در آنجا سروده هایم را می خواندم و می دیدم زیبایی آن لحظه را می دیدم که دستان هنرمند و دستان پرکار استاد چگونه با چگونه رفتارها رو با یک تکه خمیر سفید تن و سر می دهد، چشم و دهن می دهد. براستی این یک آرمین یا تجربه بود که هیچگاهی در زندگیم فراموش نخواهم کرد. یکی از ویژگی های استاد که برایم بسیار ارزشمند است این می باشد که اگر به کار کرد و هنر کسی باورمند شوند، او را در زمان زندگیش با ماندگارترین ارمغان ارزگذاری میکنند که خوشبختانه من هم این بخت بلند را داشتم. باید افزود که استاد ایدرزاد را از این رو نمی ستایم که تندیس مرا ساختند. هرگز. از این رو می ستایم که برای ارج‌گذاری از یکی از زنان میهن ما که با مرد سالاری در رزمون همراه شدن و تندیسش را ساختن. در زمانی که زن ستیزان میهنم با سمهای مرد سالاریشان بر زنانگی ها و زن بودن ها تا آنجا که توانستن تاختن و قلم برداشته روی کاغذ هرچی ناروا و ناسزا بود انباشتم و این زن را از پا در نینداختم. گرچه در نما آن تندیس من است، ولی در جرفا یادگار نماد نشانه یا سمبول ماندگار پشتیبانی، همکاری و همرزمی استاد امان الله ایدرزاد با زنان کشور ما و کشورهایی است که در برابر زن ستیزی و مرد سالاری نستوهانه و پا خواسته با تلاش و تکاپوی خستگی ناپذیر می رسند. استاد گرامی، گرچه شما را برای چیره دستی ها و آفرینش هایتان ارج بسیار می گذارم، ولی بیشتر عقل می‌گذارم برای این پشتیبانی، برای این همرزمی، برای این همگامی با زنان کشور ما که تندیس من نمونه از آن است. اگر زمان دست
بگذارد که سروده ای را که برای استاد در شب پرده بردانی تمیز که با آمدن هنرمندان، خانوادستان و ادبمندان در شب پرده برداری برایشان پیشکش کرده بودم برای شما هم پیشکش کرد. پسند آمد تو را استاد این ره که طبع من سخن را می تراشد. بیا زیبایی بختم نگه کن که دستان تو من را می تراشد. ز انگشتت به سوی آفرینش تراویدن خرامی تازه دارد. تراشیدن که در دست تو افتد توانایی دیگر اندازه دارد. ز تو تا قله های چیره دستی هنر در خویشتن بالیده باشد که نامت این چنین هنگام افشان به دوش اوج ها نازیده باشد. استاد از من خواهش کردم که دو تا سروده دیگه خود هم برای بخوانم که ایشان بسیار دوست دارم. گمان نکنم زمان برای دو تا سروده داشته باشم، ولی اگر به من زمان بدهید که یکی رو بخوانم. بیا مرا به تراش ای تنم به دستانت با بت سرای دلت در شبان رویایی. بیا مرا به تراش تا سحر مرا به تراش با لمس و بوسه و ناز و نیاز و زیبایی. ز بوسری ز لبانت ببار گل بتنم شراب تشنگی عشق در گلویم ریز. ببر دلم بسر بالهای مشگانت و جذبه های نگاهت ز خود فرویم ریز. بکش مرا به خم و پیچ های آغوشت به کوره نفست آتشم کن آبم کن. میان عشق قوی پنجه دو بازویت بگیرم و بفشم بشکن و خرابم کن. نقاشی‌ها زندگی خودشان را دارند، زندگی که از روح نقاش آن سرچشمه می‌گیرد. نقاشی مقام برتر از شعر دارد، زیرا با بیان واقعی بین‌تر از شعر از روی امور آشکار طبیعت شبیه سازی می کند. در این قسمت پروگرام از شاعر فرهیخته جناب استاد اقبال رهبر توخی خواهش می کنیم تا روی استیج تشریف برد. آرزوی دیدن جوشد به جام دل مرا عشق میهن سر برون آرد. عشق میهن سر برآرد همچو گل از گل مرا. از حضور جمع یاران دل به شوق آید همی میبرد دست دعا تا دامن ساحل مرا. روح من آوارگرد کوچه های کابل است. درد مردم ساخت آخر رهبر بی دل مرا. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از عرض سلام با حضور هر یک از شما هموطنان گرامی، هنردوستان، ادبشناسان و
دوستداران دوست گرامی، استاد دانشمند پروفیسر حیدرزاد، به خدمت تان عرض سلام می کنم. به جناب استاد حیدرزاد، فامیل محترمشان، دوستانشان، دوستدارانشان و هنر و فرهنگ افغانستان 80مین سال تولد ایشان را از طرف خود، از طرف فامیل خود و از طرف نگارستان فرهنگی افغان در ایریا مبارک می کنم. عمر دراز، صحت کامل آرزوی ماست. فکر می کنم صرف 6 یا 7 مرتبه عبیبیا بودم. در فکر آمد که باید من کوشش کنم که اگر بتانم به این طرف سرحد در افغانستان هم یک کسی به نام اقبال باشه. هنوز هم من کوشش می کنم. به هر صورت در دستگاه یک روز استاد من را گفتم بیا رسم بکشم خواهم. رفتم که رسم بکشم. نمیتونم رسم کنم. خب گاهی میرم رسم یکی میرم رسگر میرم. این چیز نمیشه. خب استاد آمد بالاخره چی شد دید که رسم نیست اما شعر نوشته شده. من نوشتم شعر نوشتم که من امی موضوع را که من نمیتونم رسم بکشم. دیگران رسمای بسیار مقبول و ارزنده دارم. و مبله بار اول در اولین مجموعه مشروفه ها به سال 1349 یعنی 49 سال پیشتر چاپ شد با شعر برای وینوس آقای حیدرزاد. آقای حیدرزاد یک اثر داشتن که خودشان زیاد دوست داشتن و من یک شعر برای زنان نوشته کردم، اهدا کردم در اون وقت و ضمناً به کتاب رستاخیز که به سال 2005 بینگی چاپ شده برشان تقدیم کردم. گرچه اولوس یا من ندیدم یا برما نشان ندادن در سعادت اما در این شعر است که من خدمت شما تقدیم میکنم. پیکر تراش پیش من شاعر شکسته دل بخت مردم، بگذار تا بگویم و مغرور مغرور تر شوی. عمری و پنجه های تو من رشت بردم. هرگه که نور، هرگه که تو ز مرمر خاموش و سنگدل یک پیکر ظریف و پر از ناز می کشی یا از دو چشم روشن و بیسوی تابدار نقش امید می شکنی، نقش امید می فکنی، راز می کشی آنگر با پنجه های خودم تنه می دهم، بر بی کسی خاطر خود گریه می کنم، تنه برای اینکه به جای تو نیستم، تا یک شب ز دلبر خود پیکری کنم. امراه پای دل امشب به پشت پنجرت را جزدم، تو خسته در به شام دگر تیشه میزنی، من بر تو و به پیکر او دیده بستم. الله از رنگ پیکر چون ماه می شود، شب دور می رود، خورشید قدرتت ز پس پرده خیال بر جسم گنگ این اثرت نور می دمد. زیباست این اثر، رینوزوس زیباست این اثر، همچون خودش که دست خدا چهره ساز اوست، مویش دگر، نگاه دگر، خنده اش دگر، لیکن قسم با پنجه تو ناز ناز اوست. من مست گشتم از گرد سنگ
مرمر و از بوی خاک خوش تو تیشه میزنی، تو تیشه میزنی، من ناله ها به سینه به هر تیشه میکشم. آه این منوس تو زیباست، گرد دامنش، گرد دامن او ماه و اختر است، خوشبو و باصفاست. این سنگ مرمر دره خوب آجر است، دره آجر سنگش مرمر. استاد میشم آمد کارم کردن دارم. زیباست کار تو، زیباست کار تو، خوشبوست کارگاه. این سنگ میهن است که جان میدهد به او، این بوی کوهسار پر از لاله من است، آزاد همچون آزاد همچه کوه بلند ناله من است. پیکر تراش پیر، پیکر تراش پیر، بگذار تا که پیکره یار تو برم، یا پیکر دگر، یا پیکر دگر زدن یار من بکن، تا برده و دگر من از این کوچه نگذرم. دانی که مزد کار ترا شیر میدهم، دانی که مزد کار ترا شیر میدهم، یک شیر چون شراب، آتش زنی خمار، پرمید چون امید، سبسبز چون بهار. شیری که نا، شیری که تار و پود وجودش امید دوست، شیری که تار و پود وجودش امید دوست، نقشی که پیش دیده زیبا پرست تو زیباتر از گل است. این شیر، این شیر نقش مادر پرمهر مادر است، این شیر نقش مادر پرمهر میهن است، نقشی که قیمت نگاهش هست و بود دوست. تشکر. با تشکر و سپاس از استاد توخی و همچنان تشکر فراوان از اینکه مجموعه اشعار خود را لطف کردن و اینجا آوردن. از همه دوستان فرهنگی خواهش میکنیم که این مجموعه شعری را بگیرن، البته در وقت صرف طعام یا بعد از صرف طعام کتاب ها اونجا میباشد. باز هم تشکر جناب استاد. خب در این قسمت پروگرام از شهلا جان پوپل خواهش میکنیم که روی استیج تشریف بیارن. سلام حضور تک تک شما حضار گرامی و به ویژه مهمانان عزیز، مخصوصا پروفسور استاد حیدرزاد، مقدم شنه گرامی می داریم و تشریف آوری شنه خیر مقدم می گوییم. خب صورتگر نقاشم، هر لحظه بوتی سازم، وانگه همه بوتها را در پیش تو بگدازم، صد نقش برانگیزم، با روح درانگیزم، با روح درآمیزم، چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم. تو ساقی خماری یا دشمنی هوشیاری، یا آنکه کنی ویران هر خانه که می سازم. جان ریخته شد بر تو، آمیخته شد با تو، چون بوی تو دارد جان، جان را هله بنوازم. هر خون که ز من روید با خاک تو می گوید، با مهر تو هم رنگم، با عشق تو هم بازم. در خانه آب و گل بی توست خراب این دل، یا خانه درا جانا، یا خانه بپردازم صورتگر
نقاشم، هر لحظه بتی سازم، وانگه همه بتا را در پیش تو بیدازم. در قسمت پروگرام از جناب محترم ظاهر نافی خواهش میکنیم که روی استیج تشریف بیارند. دوستان گرامی و جوانان عزیز، گرچه در این محفل که استادای شعر و ادب است و بزرگان هنر صحبت کردن کاری ساده نیست، مخصوصا از دست من به هنر که هیچ ساخته نیست. برحال جناب عیدالدار آثار آفریده که امروز غیر از وطن ما در سراسر دنیا بسیار معروف و شناخته شده است و من به خاطر که صحبت دیگر دوستا سال مستدل و طولانی و جامع بود به چند نقطه بسیار کوتاه اکتفا میکنم. یکیش مخصوصاً از کانون فرنگی جامعه و جناب جناب قدسه افغانی که اینجا تشریف دارن، تمنا دارم با یک پیام کتبی به مقامات دولتی افغانستان مخصوصاً وزارت تحصیلات عالی و پانتون کابل از طرف امی دوستایی که اینجا تشریف دارن شب تقاضا شود که فاکولتی هنرهای زیبا را به اسم جناب پوهان امان‌الله عیدالزاد مسما بسازند. صحبت دیگه ایم در مورد پیشنهاد جناب جنرال پرسل که قبلا اینجا لطف کردن از جناب عیدالزاد خواستن که باید در پروگرام های از اونا اشتراک کنن. خود انتقال تمام آثار جناب عیدالزاد از یک شام به دیگر شام و وقتن تا وقتن کار ساده نیستن، یک خرج میخواید و متاسفانه هنرمند ما در مجموع و جناب عیدالزاد به صورت خاص داده که من شناخت دارم این رفت آمده از توانایی اقتصادیش بالاتر است. یعنی پیشنهاد ایست که به یک شکل خود مؤسسات افغانستان در خارج هر جایی که هر تقاضایی در این مورد از شانوی داشته باشه باید در سمگیری انتقال آثارشان یک کاری بکنن، یعنی معاونت بکنن. به حال دیگر زیادتر از این مفروعی نمی کنم. برای امان جان عیدالزاد که من امان جان میگم گرچه سنش از مکده شاید کمی بیشتر باشه، اما چون همیشه برای همه اعضای فامیل دوستا و عزیزایش جان بوده، یعنی امان جان، من طول عمر به سالهای پربار و پر از دوستی و محبت و بیشتر و بهتر از سالهای پار میخواهیم. دیگه زیاد در از این وقت رو نمیگیرم. اساس خلقت جهان زیبایی است. هنرمند تنها با دیدن تصاویر زیبای طبیعت اطراف خود میتواند اثر هنری خلق کند. اگر او تصویر از خلقت در ذهن نداشته باشد نخواهد توانست اثر را خلق کند. در واقع تماشای آثار زیبایی خداوند است که انسان را به خلق زیبایی ترغیب می کند. او مسئول زیبایی های اطرافش می شود و تصمیم می گیرد سهم
در انتشار زیبایی داشته باشد. قبل از اینکه جناب استاد زحمت بتیم که روی استیج تشریف بیارن، شعری است که تقدیم حضور از نامه کنم، شعر از پدرم جناب آقای بهاست. استاد کار، مرد هنر آفرین ما، خوش آمدی به محضر هم میهنان خود. ابراز می کنیم ز دل خیر مقدمت، با شور و با نشاط ز اعماق جان خود. با پنجه های پرهنر نقش آفرین، راز خیال را برویا چی دیده ای؟ کو با نگاه سعی و زیبایی جمال، فرهاد گشته پیکر شیرین کشیده ای؟ این توتسنگ ها چه مباهات می کنند، که از کلک صنع تو و جمال رسیده اند. پیکر تراش حسنی ز انگشت همتت، تندیس ها برو مثالی جهیده اند. آنگه که پیکر یکی مردان کارزار، خود را ز کارگاه تو آماده کرده است، پرسیده ای از او که به ایام خیشتن از خاطرات خیش چه چیزی سپرده است؟ وانگه که مرد پیر و غمالود روزگار، با قامت خمیده و چشمان گود خود، از نقش کلک تو شده است هیکل وزین، یارب چه گفته است به تو از هست و بود خود؟ آن مادر که پیکر او کرده ای تراش، با قامت شکسته و چشمان باز او، خواندی ز خط جبهه و اندوه چهره اش، درد ز دست دادن فرزند ناز او؟ از مرمرین پیکر تناز دختری برداشتی تو پرده شهکار زلق خود، برگوی ز زخم ناوک مژگان خنجرش، جان را چه سانده بودی به این زور فوق خود. انگشت شهکار تو ای پیکراش، پیکرتراش پیر، انگشت شهکار تو پیکرتراش پیر، بس رازهای ناشنیده با ما برملا کند. بر هر نگاه حیرت این پیکران هاست، رمز نهفته است که قیامت با ما کند. از کوهسار دل کف خاک به دست گیر، و از رودبار عشق بزن آب و گل بساز. زانگل بیار پیکر حسن و جمال را، تندیس بی مثال تو از اهل دل بساز. تندیس بی مثال تو از اهل دل بساز. ناگفته نمانه که در اینجا در یکی از بیت ها پیکرتراش پیر آمده. البته پیر به معنی عمر نیست، پیر به معنی جارسیده، پخته و همچون استاد گرامی ما. از استاد بزرگوار همه با هم با همو مهر و محبتی که اینا در قلبهای ما دارن، یک جا خواهش میکنیم که روی استیج تشریف بیارن.
و افتخار استاد. دانشمندان عزیز، هنرمندان و فامیلی نهایت مهربان که از راه های دور تشریف آوردن، سلام، خوش آمدید. واقعا این روز ما شما چراغان کردید با آمدن شما. من هم میخوایم زیاد درباره توری و درست با زیبا شناسی و آرد و اینا گفت بزنم. ساخت میخواییم که خلاصه 5 دقیقه مرا وقت بتیم که مردان صحبت کنیم. وقتی که از طرف قانون محترم جامعی ما دعوت شدم، دقیق که من رسید که من یک تعداد آثار خدا باید بیارم برای دوست های ما که در کالیفرنیا زندگی میکنن. شاید یک اندازه آثار ما در فیسبوک اینا دیده باشن و فکر را میکنم که بسیاری آثار ما از دیگ دیده باشن. چند نفر آثار ما را دیده نزدیک؟ دستا را بالا خیلی بالا بالا دینا ما خدا خب ما اجازه میخوایم که اگر زیاد صحبت نکده باشم در قسمت تکنیک آثار خدا صحبت کنم. اجازه است؟ به صورت عموم من از سه روش که تکنیک یا متد استفاده میکنم. یکی مدلاسیون، دوم کاروینگ، سوم کنستراکشن. مدلاسیون یعنی اضافه کردن، یعنی گل ماندن یا موم ماندن بالای ادمشور یا اسکلت بندی. هنرمند برزی که یا خودم برزی که یک مجسمه رو بسازم باید اول باید استخوان بندیشی بسازم. اگر به صورت 3D یا 3D می باشه یا فضا را انتخاب میکنم، باید من فکر کنم که باید اسکلیت باید بسازم با تناسب و اینا. و بعد از اینکه اسکلیت بندی صحیح شد، مثل که خود ما اسکلیت داریم، گوشت ما اگر سوا نباشه گل میفته، گل آمده. و به صورت وقتی که مدلاسیون یا گلماندن خلاص شد، آرتیست میخواهی که از یک مواد پخته تر بسنده. برازی مجبور است که قالب بگیرن. قالب از طرف توسط سیلیکون میشه، رابر میشه توسط گچ هم بگیرن. خب بعد از اینکه گچ گرفته شد، ای از همین مجسمه که هست از گشت ساخته میشه. ایدانه هنرمند اگر پیسی چه داشت که بخواه از بروز برزانم، وقت مجبور است که به فاوندری ببرن. به فاوندری یعنی ریختگری اونجا میره و یک اثر از بروز میرزانه. دیگه در قسمت کاروینگ یعنی پیشتر گفتیم که مدلزیون یعنی علاوه کردن. حال کاروینگ است. کاروینگ یعنی تراش کردن، یعنی چوب، سنگ و باز اشیاء دیگر که اضافگی رو پس میکنه. مثل که دکتر صاحب یاد کردن از میکلانجلو بوناروتی. میکلانجلو میگفت که من همیش آثار خود رو میبینم تا هم اضافگیش پس میکنه. یعنی کورش میکنم، یعنی تراشش میکنم که پاشا، اما خود شای یا جسم یا زن مقبول و سرچی که هست در اونجا او رو پس میکنم. دیگه کنسترکشن یعنی یک جا کردن که شاید کارهای ما دیده بتانیم که
چی میکنم مثلا به یک جای میندازیم یک جای میکنیم کی میتونه که از مواد هر مواد باشه مخصوصا در باز مدالای هم شما ببینیم که به نام آبجکت روی یاد میشه هنرمند وقتی در آن میره یک جای میبینی یک شای یکی پیش پایش افتیده او رو میبرداره از نقطه نظر تکشه از نقطه نظر رنگ ساختمان هیچ دیگه اینه میره من بعد از یک چیز بسنم و میروز من به بسیار در این سوزا تیر میشه جمع میکنم باز یک جای یک چیز میسنم این کانسترکشن هست هنر میدان شما واضح قسمت های آثار من بایس مدل مدال میبین مدال در وقت پیزنال ایتالاوی در قرن 15 اولین بار شروع کرد که مدال بزن مدال به مناسبت تولدی و نظرت جشن یا عروسی هرچی که بود مدال ایتالاوی که تمام در اینجا نفت شد امروز مدال شکلی یک آرت گرفته که شما میتونید یک نکوری کنانه در سایز خورده مثلا ده اینچ یا پنج اینچ که بسازید و این مدال اما تو که پیشتر من گفتم که مدلاسیون از ما توسط پلاسترینا یا گل ما مدل میسازیم که یا فیگور باشه پورتریت باشه نه از قالب میگیری میشه از قالب میریزه نمیشه و اینو لگه ما بخواییم که را از برونز بریزانه میگه برونز هم دفاندری برونز میشه اما بخواییم که ریدوسش کنیم بسیار یا سوال میکنه که چطور این خرد میزنی همسه سوال هست پیش کلگی یعنی که چطور مدال خرد ساخته میشه خب هنرمند این باز روان میکنم به زرابخانه یا منت منت اونا یک ماشین دارن خب پیش از این در قدیما در خود همین فولاد که نگاتیو از دای میگن این را انگریو میکردن انگریو میکردن باز بروز این را میمونن چاپ میکردن اما امروز تکنولوژی به اندازه پیش رفته که ما در چند سال گذاشته که من سان پروژه یعنی بیمالی در سلواکیا رفته بودم و در جایی که ما میریم باز اول موزیم هم آرم شما میتنیم موزیم باز خوب باز زرافانه را شما میتنیم به زرافانه رفتیم که همین نگاتیوی که ما مدل هم میتیم توسط لیزر او طرف خرابی میشه که از که خوشتیم که زیاده ما را بیگویم اجازه ندارن که باز کدام جاد میگیریم چی باز بیگویم اما خب در قرن آخر عبده تا شروع اجده فرانسوی ها یک ماشین ساختن برای ماشین جووه که این ماشین شما مدال که مثلا دو برابر سه برابر کلونه شما ردوسش بیسازیم در دو اینک یا سه اینک این حالی چطور میشه که ماشین ماشین این ترک های حرکت میکنه مدل در اینجاست بله و دای یعنی فولاد اینجاست این ای ترکایی حرکت میکنه این ترکایی حرکت میکنه آساسا همین نگاتیو سوزن در این میگه سوزن دیگه در این گریوش میکنه تراشش میکنه این گریوش میکنه بعد از او دای میگن یا میره در حرارت کلان حرارت میدن که سخت شده چرا اینجا فولاد اینجا نرم میباشه بعد از این چی میکنن که کستش میکنه دیگه خدا قبول کنه شما قدر در باره های دزاز شرفتیم که برای چند روز بستان است دیگه ما دیگه چیز گفتنی ندارم برای از اینکه چیزی که من میخواستم بگویم آقای بدرجان مجیزاده کلی چیزها را پیدا کرده این ریسارچ کرده و شما دیگه دیگه وقت هم بسا کم است اگر از خاطرهای این خاطره من اجازه است بگویم یا اگر زیاد از مانده شده باشیم چرا که دراز شد پناه با خدا یک خاطره که خدا میگم صحیح است؟ آه.
خاطر میتر از که ما چطور یک بچی از کار نه واسطه و نه قبیله چطور اسکالرشپ گرفت رفت مفت به ایتالیا. خب قصص یعنی یعنی ما مثل دیگر دوستان امیش به اید پیش کلامای خود میرفتم احترام میکردم اید مبارکی میکردم. یکی از روزها ما رفتم خانه پروفیسور دکتر نظر محمد خان سکندر. چند نفر میشناسید؟ شنوفی وو علاقم دکتر نظر محمد خان مرحوم پروفیسور داماد مامای من بود. او نوازه از چی آمده بود؟ از فرانسه آمده بود. خب تبریکی دیده داده ایم اینا شیشی این چی شمازه سر میز کن؟ او یک کشمش نخواد اونجا نقل اینا یا دونه مرغک هایی که از سلور یعنی نقره ساخته شده در پلوز یک سگ تازی سگ تازی شکاری اما تو دلم آورد کلمه ایشتو کنو میره ببارم. خب صد دل یک دل کتم امروهای دختر مامایم بیتون که دکتر سن بود که امیر اجازه کرد در یک افتا امیر میبرم باز پس میرم ایش گفه نیستم ببارم این رو بردم خانه. این سرامیک تقریبا 8 اینچ درازیش بوده باشم و سنگ تلک گرفتم میره تراشتم بازم مویا رنگ گرفته میره رنگ کنم این سیاه و سفید امرای سرمی خیلی اتده که صاف شاد شدم کلاهی خساختم بیا که این تازیر پس ببر بر دکتر سه رفتم پیش دکتر سه بود که تصادفی دکتر حیدر خان دکتر حیدر خان اگه رئیس تدریسات مسلکی بود دوست دکتر سه بود و اینجا ما بینه دیا قصه کردیم دکتر سه مفتیم دکتر سمین آدم کدامش میگیریم بلکل چیز کدامش بگیره خب یعنی خوب شده ساخته بگیریم. بعد از او دکتر سب ایدر خان و فمیر اجازه میده که یک امیر یک جای میبرم بسیار خوب است سرامی خلاصش میکنم. یک روز در مرتب شیشتیم که مدیر مرتب چپراسی رو رو کرد بگو بگو بیا مرفتم به اداره بگو باشی تو چی کن کالا مالای درست هست که وزیر سب تو رو خواسته محترمان میکنه وزیر سب معارف پوپل خدا ببخشش کرد پوپل مایران کنیم من برای چی میبره رو گرد کنیم گناه کنیم چی کنیم مالا مفتیز آمد خلاصه که رفتیم وزارت و من محتر وزارت برمان کنیم مرفتیم وزارت همراه پوپل سب گفت میریم پیش صدر اعظم سر خود همه پر صدر اعظم سر داود خان را خود من گرفت عکسش را میدیم یک خب خشم نیست اما بسا بدکار از آیم رازی برای چی میبره خب صدر اعظم سر دیگه وقت صدر اعظم صدر اعظم خیست را رای دکتر سر خود پر دست از را برمان دست دارم سر کردم خب میگو پیشی ششم که سکی تازیم سر میزش با فاوید بولا اگر بسید واضحی بود که جنت های جانی صدر محمد خان باشد به هنر اینا فقط علاقه داشت به اندازه چرا که خودش مهندسی در پاریس درس خونده بود خودش از هم معلوم میشد اما ذوقی بسیار خوب هنری داشت که پس آنها باز قصه های زیاد است که میدال ها را صفتیم و نشان و بیرق اینا خوب هستند قسیم خاک و دود نشه که یادم میره اون نفر با این سعی کرده بسا تاریف کرد که بسا مغول ساز اینا گفت که میشه که میره من داشته باشم چرا نیم؟ خوشحال شدم و خداحافظی کردیم چند وقت باز بر دو وقت 9000 دلار 10000 افغانی یک آلم پیسه بود برای ما پیسه داد در وقت که شیشته بودیم برای علی مادخان گفت که برای زمین شما چی کنیم سامان هر چی میخواهی برش بخریم از بیرون بخواهی ندارو دیگه این میگه تازی ما گفتش شروع شد که سردار سر بسیار خوش کرد و بیانیم باز میفهمم که سالون خزانه هدایت دادن که چرا یک نفر من دیدم کدام چقدر نفرهای با استعداد است
همین سالون خزانه بسازه. باز این بود که سالون برای اولین بار سالون خزانه ساخته شد که از هر از مکتب حبیبیه و استقلال غازی کلگی کارهای دستی خودم می آوردن و باز همیش که می آمد پرسا می کنه زمین همانلاک و یا سیاهی باز می آمد کارو من می ده و بسیاری وقت می خرید برای من بسیاری می کنه بود دیگه این همی بود یکی دیگر رو زود می گم دیگر وقت باشه یک خاطره دیگر بگویم نگویم دیگر ما در سارنده هم بودم بسیار فعال بودم جمهوری تقریبا 50 نفر هم زیر دست من بود در سارنده سردار ما داود خان در وقت سرعظم بود بایست سرقماندان آلای سارنده بود دیگر در اشکور یک با بود اونجا جشن گشتن که سرقماندان میاد یک دسمال سمبول سارندوی برش میتن دکتر مرخان ورده که خدا جنتا جای کنه وقت چی ما بود رئیس سارندوی بود برای که خوب میشه کدام چیزی داری میری که در توفه بکنی میشه ما دارم خب چند روز بعدشی برگزار شدم من مدال خود دیره ریلیف ساخته بودم از برونز شما فکر که در فاندری خود نبود در کوچه شام بازار میرفتم من رو برمریخ کرده اینا خب جمبوری شروع شد و دسمال سارندوی زدن و سمبول رو برنجا دن و من رو بگید دکتر سر عمر رو برده که این طرف سردار صاحبی طرف این رو ماند و اون طرف هم چی بود پوپل وزیر معارش خب برای چی کرد که توفه را برشن برد کشی سویا خیلی کشتن سر یک ساخته یکی ساخته خب با سلمت هایی که ها هم بشنسه بوده بشنسه بوده گفت برای ازاد شما چی کنید یک اسکالاشپ بکنید که برای در ایتالیا در می رشته تحصیل کنید دیگه من چی خوشحاله که حد دارم من سنت 11 سال چطور کنم تا 12 کی می خوانم ایتالیا به عوض اینکه یک اسکالاشپ بده 5-6 اسکالاشپ داد یکی عبدالله امیریان بود بود عبدالله عزیز اینا در طب بودن و عبدالله امیریان در ارکیتکچر مهندسی شایبای مستمدین خدا بخشه در باستان شناسی امانلای پاسار خدا بخشه در این روزا فعال کرد در نقاشی و امانلای درزت هم در بتراشی رفتیم تحصیل کردیم اینه پس آمدیم دیگه وقتا نمیگیرم نانم تیار است پیش از اینکه بریم اگه اجازه باشم و دوستایی که به ما قانون جامعه بسیار دست محبت کردن و زحمت کشیدن زمیرن مسایی کرد میخوام از اونا تشکری کنم و چند توفیه بسیار خورده که اثرم از برگ سبت توفیه درویش میخوام برشم تقدیم کنم و وقتی کنان میایم بسیار خواهش میکنم که وقتی من اگر در چند تا کف بذارید خوش میشونم خب اول خواهم بانوی فریخته محمود تیموری که فوق العاده زحمت کشیدن و ما را دعوت کردن دیگه باز آمیز به خیر واسین و لگنی بسیار زیاد بشه بسیار تشکر از محبتتان از زحمتهایتان شما برای مردم با فرهنگ و کلتور اینا زمینه رو مساعد میسازیم که با هم یک جای شدیم از یکی دیگر جانبیم شکر کداریم شما را استاد تشکر و جناب عبدالشمن عالی قدر محترم طارق جان بها تشکر زنده باشید برگستر به تنهایی
عظیم بدرجان مجید که تیپه که ساختن همین کلی اسپیش ما خراب کردن. یعنی کار رو برای آسان که بگریه برای شما نکم خوالم رو خوندن. تشکر. خب جناب محترم مهجور صاحب دیوان صاحب بساز آمد بیان برگ سبز تفیه در میل دیگه هر چی کنست سر بسید تشکر خب عزیزم جناب زایجان علی کوزن بسیار میروانی شما در این محفظ بسیار زحمت کشتیم که بر روزایی شما تشکر بسیار میروانی و عزیز گرانقدر رفیقم برادرم دکتر خلیل حیدرزاد